روز 36 راه‌های ارتباطی دستور زبان پسوندها آن گریان نگران بهاران ستان هنرستان دبیرستان کوهستان چه قالیچه دریاچه تاریخچه گاه سحرگاه دانشگاه خوابگاه گفتگو پگاه تو امروز نمیخواهی بروی به اداره پست شهاب اداره پست نه اما اگر کاری داری آنجا میتوانم برایت انجام بدهم پگاه نه برایت زحمت می شود خودم فردا می روم شهاب مشکلی نیست اداره پست نزدیک فروشگاهی است که می خواهم بروم پگاه واقعا چه فروشگاهی؟ شهاب فروشگاه کامپیوتر میخواهم یک لپتاپ بخرم پگاه خوب است میدانی کدام برند بهتر است؟ شهاب در مورد آن زیاد تحقیق کردم اما هنوز نمیدانم کدام برند بهتر است پگاه برادر من در این مورد اطلاعات خوبی دارد از او برایت سؤال می کنم شهاب ممنونم لطف می کنی دستور زبان نقل قول مستقیم علی به سارا گفت فردا به مسافرت می روم نقل قول غیر مستقیم علی به سارا گفت که فردا به مسافرت می رود نقل قول سؤالی علی پرسید کجا بودی؟ نقل قول امری به من گفت پنجره را ببند جمله های رایج من میخواهم یک پیغام با ایمیل بفرستم. من میخواهم یک پیغام با فکس بفرستم. لطیفه ملا نصرالدین را نزد پادشاه بردند تا او را تنبیه کند پادشاه گفت او را 2000 ضربه شلاق بزنید ملا گفت تو یا شلاق نخورده ای یا حساب بلد نیستی کلمه روز مجازی مجازی معنی مثال
ما با اینترنت وارد یک دنیای مجازی می شویم. وسایل خانه: کولر، تخت خواب، فرش، کاناپه، کمد، پرده، پنکه، بالش، گفتگو، رویا. عکس‌هایی را که از مراسم مهمانی گرفته ای ممکن است به من هم بدهی؟ آرزو: حتما، اما من فردا به مدت 2 هفته به مسافرت می روم. رویا: او، پس من باید تا 2 هفته برای دیدن عکس ها منتظر بمانم. آرزو: نه، اگر ایمیل داشته باشی من می توانم آنها را برای تو ایمیل کنم. رویا: آره دارم، یادداشت کن. آرزو: باشد، من امشب برای تو عکس‌ها را ارسال خواهم کرد. رویا: چه خوب، ممنون. اصطلاح روز: آن که بر دل فرود آید بر زبان آید. آن که بر دل فرود آید بر زبان آید. معنی: به هر چیزی که فکری می کنی آن را به زبانی خواهی آورد. خواندن: دود و آتش اولین وسیله های ارتباطی بودند. آتش در شب و دود نیز در روز به کار برده می شد. در گذشته از کبوترهای نامرسان برای اطلاع رسانی نیز استفاده می شد. از روشهای قدیمی ارسال نامه از طریق اداره پست است. تلفن و تلویزیون نیز از اختراعهای انسان است که برای ارتباط برقرار کردن استفاده می شود. امروزه رایانه ها و گوشی های موبایل راه‌های ارتباطی را گسترش داده اند. کلمات جدید: کوهستان، گسترش دادن، ایمیل، یادداشت کردن، زحمت، تاریخچه، دود، اطلاع رسانی، از طریق، برند، تحقیق کردن، آتش، رایانه، فکس، قالیچه، دبیرستان، خوابگاه، لطف کردن.
پیغام، سوال کردن، گریان، اختراع، گوشی موبایل، نگران، ارسال کردن، وارد شدن، اداره پست، ارتباطی، اتصال، انتظار داشتن، به کار بردن، تلفن، نامرسان، کشیدن.